دور آلمان آقا شله، این دوم ملکه هلند، اینجا برای جمهور فرانسه آقای دوگل، اینجا ملکه الیزابت با پرنس فیلیپ. اینجا عید نوروز، آخرین عید نوروز است که اعلیحضرت در ایران بودن. عکس بالا در دیوار دادگستری لاحه است که من پیش آقای دکتر مصدق نشستم. اینجا افتتاح مجلس سنا و مجلس شورای ملی، آخرین دفعه است که رفتیم در اینجا. دو روز قبل از اینکه از ایران بیاییم و با اعلیحضرت رفتیم مجسمه رو تماشا کردیم و خیلی اعلیحضرت صورت ناراحتی دارن در این عکس. معلومه که شاید از پدرشون خداحافظی میکنن، نمیدونم. امیر اسلان افشار، آخرین رئیس تشریفات شاهنشاهی و از راویان رویدادهای مهمی که حالا برگ‌های تاریخند. اصلان افشار قاسملو از نوادگان نادرشاه، نوه حسن خان افشار، وزیر نظام اواخر قاجاریه، پسر امیر مسعود افشار، از افسران دوره رضاشاه و داماد محمد ساعد مراغی، سیاستمدار پرآوازه و نخست وزیر دهه 20 خورشیدی است. امیر اسلان از نوجوانی تا فارغ التحصیلی در مقطع دکترای علوم سیاسی در اروپا زندگی می کند و بعد از بازگشت به ایران به استخدام وزارت خارجه در می آید. نخستین ماموریت امیر اسلان افشار دبیر سومی سفارت ایران در هلند است. این ماموریت همزمان با دوران پر التهاب ملی شدن صنعت نفت و نخست وزیری محمد مصدق است که طی آن ایران و بریتانیا اختلافهای جدی پیدا می کنند و انگلیسی ها از آبادان اخراج می شوند. به دنبال آن در دادگاه لاهه که مقر آن در هلند است، پرونده‌ای برای رسیدگی به اختلاف ایران و بریتانیا تشکیل و امیر اسلان افشار رابط سفارت ایران با دادگاه لاهه می شود. چون اشتباهاً در ایران صحبت از این میشه که ما به دیوان دادگستری لاهه شکایت کردیم و دیوان دادگستری لاهه به این رسیدگی کرد، صحیحش اینه که دولت انگلیس اول شکایت کرده بود به دیوان دادگستری لاهه، که وقتی که ما به ایران گفتیم که آقا انگلستان شکایتشو کرده، مموارشو داده و شما بایستی که کنتر مموار رو بدید، کنتر مموار تا سه ماه دیگه وقت داده شد، تا فلان تاریخش هم تعیین کردیم در فلان سال. شد یک ماه خبری نشد، 20 روز شد خبری نشد، 10 روز، 5 روز، مرتب تلگراف، اصلاً ایران خواب بود، تهران خواب بود، اصلاً صحبت از هیچ چی نبود. تا اینکه بالاخره آقا یک روز مونده بود به اون روزی که بایستی ما اینو بدیم، تلگرافی از تهران اومد که به علت اینی که اطمینانی به این نیست که یک لایحه‌ای که درست شده و مربوط به دیوان دادگستری لاهه هست بین راه گم بشه یا به موقع نرسه، آقای دکتر شایگان، آقای پارسا، آقایون حامل این لایحه کنتر مموار خواهند بود. با ورود حاملان لایحه به آمستردام، حسین نواب وزیر مختار ایران در هلند و امیر اسلان افشار دبیر سوم سفارت به استقبال آنها می روند. هواپیما تقریبا سر موقع رسید و در اونجا رفتیم به سفارت. آقای نواب گفت خب حالا دیگه چایتونم که میل فرمودید، خواهش میکنم اون لایحه رو بدید به افشار، ببره دکتر افشار، ببره به دیوان دادگستری لایحه تحویل بده. بعد آقای شایگان کیفش رو باز کرد، هرچی اوراق تکون داد و آورد و بیرون ریخت و این طرف و طرف، دید لایحه نیست. بعد به آقای پارسا گفت آقای پارسا من این لایحه رو به شما داده بودم، خواهش میکنم شما لایحه رو بدید. پارسا گفت چه شما به من لایحه دادید؟ من لایحه ندارم، چیزی دست من نیست.
پس معلوم شد آمدن آقایون آمدن و این لایحه رو فراموش کرده بودن بیارن. آقای نواب فوق العاده عصبانی شدن و گفتن آقا آخه این چطور ممکنه که شما سه نفر آدم مثل شما بلند شدید اومدید اینجا همه آدم های درجه یک مملکت یه دونه لایحه رو نتونستید بیارید اینا خیلی از پس چه کار الان باید که تا ساعت پنج بعد از ظهر چهار بعد از ظهر باید لایحه رو ما تحویل بدیم. من تلفن کردم البته هلندی صحبت میکردم و گفتم آقا این تلفن به قول هلندی‌ها رخیرینگسگشپریک هستش خیلی مهمه برای ما خواهش میکنم اینو زودتر وصل بکنید اینا. تلفن در سال 1951 قربون تلفن امروز نبود تلفن نمیشد اینطوری آزاد تلفن کرد بایستی به اداره تلفن بگید که این خط من میخوام شما این خط رو برای من بگیرید تا من صحبت بکنم. بالاخره تلفن وصل شد به تهران. نواب گفت اگر ممکن است شما یه انگلیسی دان خوب پیدا کنید بیاد و پای تلفن لایحه رو بخونه و یه خانمی رو آمد نشست و اونا میخوندن و این خانم استنوگرافی میکرد سریع همونطوری که میخوندن مینوشت دیگه لازم نه. ولی خب این وسط ها تلفن قطع میشد دوباره وصل میشد یه جمله معنی پیدا نمیکرد اینا. خلاصه قبل از ساعت چهار من اینو برداشتم و نامه رو بردم و تحویل دادم به آقای بادوان که معاون دیوان دادگستری لایحه بودش و آقای نواب دیگه وقتی که این کار عمل شد دیگه هرچی از دهنشون در می اومد چون مرد خیلی عصبانی هم بود مرد فوق العاده کاری و فوق العاده خوش قلب ولی خیلی عصبانی و به اینا گفت حقیقتا ننگ بر شما ها. بعدم گفت آقای شایگان شما میخواید نفت و ملی بکنید شما همتون یه عرضه یه کاغذ آوردن از تهران رو ندارید برای سه نفر اومدید همینطوری دست خالی اومدید اینجا برای یک همچین کار مهمی و من میخواید نفت ملی کنید. مدتی بعد از ارائه لایحه ایران به دیوان لایحه محمد مصدق راهی هلند میشود تا در جلسه دادگاه شرکت کند. اصلان افشار که از معدود افراد همراه دکتر مصدق در دادگاه لاهه است مشاهدات دست اولی از این جلسه پرهاشیه دارد. ما وقتی که بخوام یه نفر رو خیلی بالا ببریم بعضی وقتا به قدری بالا میبریم که به ضررش تموم میشه بعضی وقتا هم دیگه برعکس. آقای دکتر مصدق خب خدمتی هم کرده بود ولی دیگه به قدری میخواستن حقیقتا این موضوع بزرگ بکنن میگفتن که در دیوان دادگستری لاهه آقای دکتر مصدق وقتی که وارد شدن آمدن رفتن در جای انگلیسی ها نشستن. من در اونجا بودم به هیچ وجه من در بچه حقیقت نداره دیگه نمیشه این چیزا رو گفت. انگلیسی ها در جای خودشون بودن یه عکسی هستش که آقای دکتر مصدق از جلوی گروه انگلستان رد میشن که بشینن سر جای خودشون و نمایندگان انگلیس هم با اون گیسای مصنوعی که دارن موهای مصنوعی که دارن سرشون بود و یک کم هم میخندن ولی دکتر مصدق سر جای خودشون نشستن. دوباره شنیدم که گفتن بله آقای دکتر مصدق وقتی آمد اینقدر ناراحت بود از این که مبادا این لایحه رو بدزدن یعنی دفاعشون رو بدزدن توی لباس خودشون تو پالتو خودشون قایم کرده بودن آوردن اونجا و بعد اینو در آوردن اونو خوندن اینم حقیقت نداره. همه چی آماده بودش و آقای پروفسور رولان هم اومده بود کپیش هم پیش آقای پروفسور رولان بود و اینا تمام اینا چیزهاییست که ساختگی است درست میکردن برای آقای دکتر مصدق همونطوری که یه چیزهای ساختگی یه چیزهای حقیقی رو میگن ساختگی است و یه چیزهایی که حقیقی نیست به وجود میارن که ساختگی هستش میگن که نه حقیق دارن. خلاصه آقای دکتر مصدق اومدن سر جای خودشون نشستن و دفاع خیلی خوبی هم کردن. دیوان دادگستری لاهه بعد از این مدتی رأیش صادر کرد نه برای ایران نه بر علیه انگلیس ولی در ایران جوری نشون دادن که ما انگلیس رو زدیم و انگلیس از بین رفت بعدم دیگه اطلاع دارید که موضوع نفت چجوری در ایران ادامه پیدا کرد تا اینکه 25 مرداد و 28 مرداد به وجود آمد. بعد از پایان ماموریت افشار در هلند او با حمایت حزب مردم در دوره‌های 19 و 20 نماینده مراغه در مجلس شورای ملی می شود. بعد از اجرای سیاست اصلاحات ارضی و تغییر مناسبات سیاسی محلی، افشار راهی اروپا می شود و نمایندگی خط هوایی KLM هلند را در ایران می گیرد.
در این دوران و از سال 1336 افشار به عنوان آجودان کشوری محمد رضا شاه پهلوی هم انتخاب می شود و حضور در جمع آجودان های شاه به افشار این فرصت را می دهد تا در برخی مناسبت ها و در بعضی از مسافرت ها شاه را همراهی کند. یکی از نخستین مسافرت های افشار سفر به آلمان غربی در سال 1967 میلادی است. علاوه این مسافرت رو خیلی براش حساب قایقاشون برای خاطر که رو آلمان حساب میکرد و با آلمان میخواست یک کار بزرگی انجام بشه. در ابتدای حضور شاه در آلمان غربی استقبال گرمی از گروه ایرانی صورت میگیرد و برنامه‌های کاری مختلف شاه به خوبی برگزار می‌شود. فوق‌العاده، همه چی خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. اما بعد از دیدار شاه از چند شهر آلمان و هنگامی که راهی برلین غربی می‌شود، شرایط به طور کامل تغییر می‌کند. برلن نمی بایستی علازت می رفته. آلمان هم علاقه نداشتن که علازت به برلن بره. برلن یه وضع خاصی داشت. من تصمیم گرفتم بالاخره هر چیزی که ناگفتنیست بگم که بدونن مردم که در شک و تردید کسی نباشه. این در اثر ببخشید ندانم کاری سفارت شاهنشاهی بود. سرلشکر مالک یا سپهبد مالک که بعد سفیر بود در کل، ایشون بود که اصرار داشتن که علازت بره. رئیس تشریفات آلمان که خب من همه اینا رو من میشناختم، من دوره ماموریتم، به من گفت این بلند خب معنی نداره رفتنش، ولی چیکار ما میتونستیم بکنیم برای اینقدر سفیرتون اصرار داشت که میخواد ببینه. حکمان رفته بود، گفته بود علازت میخواد ببینه و علازت روحش خبر داشته. این بالاخره رفتیم به اونجا بلند. شاه و همراهان او در دورانی به برلین می روند که جنگ سرد در اوج خود به سر می برد و دیوار برلین آلمان را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم کرده. این شرایط حساسیت سیاسی ویژه‌ای برای برلین ایجاد کرده بود. دانشجویان چپگرای ایرانی که توسط تشکیلاتی به نام کنفدراسیون دانشجویان سازماندهی شده بودند، با استفاده از شرایط سیاسی جنگ سرد و با پشتیبانی مارکسیستای آلمانی، همزمان با سفر شاه به برلین غربی تظاهرات گسترده‌ای در این شهر به راه می‌اندازند. شب با استیعلازت می‌رفتند به اپرا. منم زودتر رفتم اونجا. یک انبوهی من دیدم از جمعیت دانشجویان که شما فکرش نمیتونید بکنید. ترسیدم من حقیقتا. گفتم آقا اگر میشد یه خبری دادش که علازت نیان، اصلا به اوپرا نیان، برای اینکه جلوی اوپرا اصلا به قدر جمعیت زیاد شده اینها ساکت نمیان هورا بکشن، اینا قطعا تظاهراتی خواهند کرد. ولی دیگه دیر شده بود، علازت اومدن. از بین دانشجویانی که در خیابون پایین تر بودن رد شدن، یعنی تا این اندازه بودن تا رسیدن به اوپرا. آلمان ها میگن ما نمیتونستیم قانونا جلو اینا رو بگیریم. بالاخره وقتی که علازت با ناراحتی پا آمدن پایین رفتن نشستن که حالا اوپرا، مگه اوپرا رو کسی میفهمید اصلا موضوع چیه؟ اینقدر اعصاب خراب بود. من فقط علازت رو میدیدم که با دستشون هی موهای ابروشون میکنن و برای من یه علامت نروزیته ایشون بود که هر وقت ناراحت میشدن ابروهاشون رو میکندن. وقتی که اومد اپرا تمام شد، اومدیم بیرون، دیدیم که دیگه ساکت ساکت صاف شده، همه رو بیرون کردن، همه رفتن و بعد به ما گفتن که یه دانشجو کشته شده و با گلوله کشته شده. تا چند سال پیش معلوم شد که یک پلیس آلمان شرقی بوده، این تیر در کرده به یک دانشجویی که اسمش اون زورگه بود و اونو کشته برای خاطری که ایجاد وحشت بکنه. این به عنوان پلیس آلمان شرقی در پلیس آلمان غربی هم کار میکرد تا اینکه معلوم شد که این شخص بوده. بعد خودش اعتراف کرد که من بودم که کشتم. عکس پیر شده بود دیگه، بازنشسته شده بود، اینا اعتراف که بله من دستور داشتم از آلمان شرقی که یه همچین کاری رو انجام بدم.
میراسلان افشار در دهه چهارم زندگی خود سفیر ایران در اتریش می شود که نخستین ماموریت او در مقام سفیر است. کار در اتریش برای دیپلمات‌ها فرصت مناسبی برای ترقی شغلی است، چون وین، پایتخت این کشور، از شهرهای کلیدی در مناسبات سیاسی دنیا و میزبان سازمان‌های جهانی مختلف مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. یک آقای ایرانی بود، آمد عضو سازمان انرژی اتمی شدش و این آقا با من می اومد می رفت سفارت و من خیلی خوشم می اومد ازشون، خیلی مرد خوبی بود اینا. این گفت که آقای افشار سال آینده یک جا در سازمان شورای حکام سازمان انرژی اتمی خالی میشه، دوره دو سالش تمام میشه، اونجا خالیه، نمیخواید شما اقدامی بکنید که ایران بیاد وارد بشه؟ قبول نکردم، گفتم که باشه فکر کنم ببینم اینا. بعد یه دفعه آمد دوباره به من گفت آقای افشار الان مصر پیشنهاد کرده که بیاد اونجا رو بگیره، الان که شما هم پیشنهاد بکنید. خلاصه به قدر این چیز کرد که من یه کاغذ نوشتم که به عرض اعلیحضرت برسونید، یه همچین پیشنهادی کردن به من که آیا اجازه میفرمایید که ایران تقاضا بکنه که عضو شورای حکام سازمان انرژی اتمی بشه یا نه؟ اعلیحضرت فرمودم نه، اگر که زورتون میرسه که این کار انجام بشه، همینطوری میرسه، هیچ اشکالی نداره، اقدام کنید. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دو نوع عضو انتصابی و انتخابی تشکیل شده و ایران برای عضویت در آن باید از کمیته کشورهای خاورمیانه‌ای اعلام نامزدی کند. کمیته‌ای که عمده اعضای آن عرب هستند و به همین دلیل امیراسلان افشار کار سختی برای ورود به شورای حکام آژانس داشت. من حقیقتاً ترسم برداشت، برای خاطری که آمدم در یک کمیته که همه عرب بودن و بعد بالاخره به اونجا رسید که یک روز سفیر مصر، ببخشید وزیر خارجه مصر، با آقایون دلیگه های دیگه ای که در اونجا بودن همشون با هم دیگه یک زبان گفتن که آقای افشار ما تصمیم گرفتیم از شما بخوایم که شما این محبت رو بکنید، خودتون رو کنار بکشید و سال دو سال دیگه شما انتخابات جدید هست، در اون موقع هم که کمیته دوباره تشکیل میشه مطمئن باشید که ما به شما رأی خواهیم داد. من اینطور میگم، زود یک تلگراف رمز فرستادم به تهران برای به شخص اعلیحضرت، به حضور اعلیحضرت. اعلیحضرت در مسکو در چیز بود، در شوروی بودن. بعد اعلیحضرت فرمودن که تلگراف شما رسید، بعد سه کلمه چهار کلمه فقط دریافت: شکست بخورید ولی با مصر سازش نکنید. ما با مصر اون موقع ما رابطه سیاسی نداشتیم، جمال عبدالناصر قطع کرد و بعد صحبت کردم، ولی در اینجا گفتم آقا من در حال کاندیدا هستم و کاندیدایی من پس نمیگیرم. به دلیل عدم توافق در کمیته خاورمیانه، انتخاب عضو تازه شورای حکام به رأی‌گیری در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشیده می‌شود. جایی که نمایندگان کشورها بر اساس حروف الفبای انگلیسی می‌نشینند و امیراسلان افشار در کنار سفرای دو کشور عربی عراق و اردن قرار می‌گیرد. عراق قبل از اینکه رأی بندازه اون تو، من نگاه کردم سرشو برد پایین، منم سرم بردم پایین، دیدم که یه کاغذ دستشه، روش نوشته ایران. نگاه کردم به طرف دست چپ که اردن بود، دیدم اونم نوشته ایران. در حال من دیدم این دوتا کشور عربی که موافق با مصر بودن هر دو به من رأی دادن. از 54 کشور 52 کشور به ایران رأی دادن و دو کشور به مصر. این یه افتخار بزرگی برای کشور ما بود حقیقتا، اونم دلیل نام خوب کشور ما بود، روابط حسنه با این کشورها بود، با عرب‌ها چقدر عالی بود که تمام عرب‌ها به ما رأی دادن. به مصر فقط از قرار معلوم یه کویت رأی داده بود، از قرار معلوم فکر میکنم و روسیه. و بعد روز بعد، دو روز بعد شورا تشکیل شد
دبیرکل آمد گفتش که الان باید اعلام بکنیم که چه کسی و چه کشوری اینجا به عنوان رئیس انتخاب بشه برای مدت 2 سال و انتخاب بشه برای شورای حکام سازمان انرژی اتم. اونجا هم رأی محرمانه گرفتن و بعد دبیرکل سازمان گفتش که 26 رأی آمده، تمام 26 رأی متفق رأی ایران انتخاب شد که بیاد به عنوان رئیس شورا. و بعد به من گفت آقای افشار شما بیایید اینجا بشینید این بالا، و به من رفتم بالا و چکش هم به من داد و بعدم سفیر آمریکا یه نطق کرد و خیلی تبریک گفت. یک سال خورده گذشته بود از این تاریخ، رفتم تهران گزارش کارام رو بدم حضور اعلیحضرت. با کمال حوصله اعلیحضرت همه رو گوش کردن و خوششون آمد و خیلی وارد بودن اینا. بعد من اومدم بیرون از اتاق اعلیحضرت، منم موندم اونجا چای خودم اردشیر زاده بعد از یه سروبی آمد و بعد به من گفت اصلا بیا با هم بریم. ولی با هم از پله ها آمدیم پایین و اینا. بعد به من گفت اعلیحضرت فرمودن تو برو آمریکا. گفتم اردشیر آمریکا برای من خیلی مشکله، من نمیتونم. گفت نه اعلیحضرت قبول کرد. گفتن که شما برید آمریکا. گفتم آخه آمریکا میدونید میشناسم آمریکا رو، رفتم، ولی یه ماموریت خیلی مشکلی است و من فکر میکنم من تازه یه ماموریت رفتم به خارج، اونم تمام نکردم، اجازه بدید همین. من گفتش که اگر نمیخوای برو به اعلیحضرت بگو من نمیخوام برم. گفتم مثلا که خنده دارید؟ گفتش که نه اعلیحضرت فرمودن قبولم کردن که بری و برو. از اردشیران تشکر کردم خیلی برای خاطری که مطمئنن اعلیحضرت وقتی که این برنامه رو داره وزیر خارجه میگه، و اگر یه وزیر خارجه دیگه بود فرض بفرمایید که میونه ای نداشتش مثلا با طرف، میگفتش که خب آه هنوز که این زوده رفته، بذارید اول در اینجا خودشو نشون بده بعدا کسان دیگه هستن که میتونن برن. ولی خب اردشیر زاهدی خودش هم پیشنهاد اردشیر خود زاهدی، محبت اردشیر زاهدی بود و شاه. در حال بعد مأمور آمریکا شد. چند هفته بعد از آنکه افشار استوارنامه خود را در کاخ سفید به نیکسون ارائه می کند، شاه به دعوت رئیس جمهور آمریکا راهی این کشور می شود. این سفر آغازگر دوره تازه ای از روابط ایران و آمریکاست. در دوران نیکسون ارتش شاهنشاهی تسلیحات پیشرفته ای از آمریکا خریداری می کند. تجارت دو کشور افزایش می‌یابد و شهروندان ایران و آمریکا بیشتر از قبل به کشورهای یکدیگر سفر می‌کنند. That the world sees in Iran, it is this example and for the people of Iran. توسعه روابط تهران و واشنگتن در دوره سفارت امیراسلان افشار در آمریکا او را به یکی از دیپلمات‌های ارشد ایران تبدیل می‌کند و او فعالانه در محافل و مجامع آمریکایی به رایزنی مشغول می‌شود. در این دوران لس آنجلس خواهرخوانده تهران می‌شود و شهردار لس آنجلس کلید این شهر را به افشار هدیه می‌کند. به پاس فعالیت‌های افشار در دانشگاه یوتا به او دکترای افتخاری داده می‌شود و ایالت یوتا 25 اکتبر را روز ایران نامگذاری می‌کند. در نشست‌های دیپلماتیک مهم مانند جلسات پیمان سنتو، افشار در حضور مقام‌های عالی رتبه اداره جلسه را بر عهده می‌گیرد. دوران سفارت افشار در آمریکا همزمان با برگزاری جشن‌های 2500 سال است. او همچون تعدادی دیگر از سفرای ایران مأمور تشکیل کمیته مرتبط با این جشن‌ها در محل سفارت ایران می‌شود. علاوه دستور فرموده بودن که جشن‌های 2500 ساله در تمام کشورهای دیگه به یه نحوی کمیته تشکیل بشه که اونا مردم رو آماده بکنن و بگن جشن‌های 2500 ساله چیه. من کمیته رو تشکیل دادم، ولی برای تشکیل دادن کمیته باید شخصیتی هایی بیان آمریکایی در این کمیته. حالا شخصیت ها کی باشن؟ من مراجعه کردم، میدونستم که نیکسون با اعلیحضرت خیلی نزدیکه، تقاضا کردم که آقای نیکسون این ریاست قبول کنه، ولی آقای نیکسون گفته بودن با کمال میل قبول میکردم، ولی اگر من کار بکنم سابقه میشه برای تمام
کشورهای دیگه یک روزی باید همه چیزها رو قبول کرد. این دلیل بر این نیست که من علاقه ندارم، ولی خانم من ریاست قبول خواهد کرد. و دولتی سر خانم نیکسون ما تونستیم که تمام گاورنرها رو وارد این کمیته بکنیم. آمریکا 50 تا گاورنر داره، باور کنید حداقل 30-35 تا گاورنر همشون وارد کمیته شدند، عضو کمیته بودند. یک شاهنامه بودش در چیز در موزه متروپولیتن به نام شاهنامه طهماسبی. اجازه گرفتم که این شاهنامه طهماسبی رو بدید که من برای جشنهای 2500 ساله و این کتاب رو چاپ کردم. مقدمه این کتاب، پرفاس این کتاب خود من نوشتم. هنوزم اینو چاپ میکنن در متروپولیتن میفروشن، هنوزم با پرفاس منه که زیرش نوشته امبسادر آف ایران امیرحسن افشار. و بعد یک فیلمی درست کردیم فیلم شاهنامه طهماسبی، ولی بازی کنندگان این فیلم مینیاتورا بودن، نه اینکه افراد بیان بازی کنن. مثلا جنگ افراسیاب و جنگ با رستم یه مینیاتوری بودش که نشون میداد اینا تیرکمون رو باز کردن با هم جنگ بکنن. ضمناً من سکه های بزرگ پروفیل اعلیحضرت و پروفیل نیکسون درست کردم و پشتش هم استوانهش کوروش و بعدم عقاب آمریکا و بعدم روش نوشتم 180 سال دوستی ایران آمریکا. مأموریت امیراسلان افشار در آمریکا بعد از 4 سال پایان می‌گیرد و از سال 1352 او سفیر ایران در آلمان غربی می‌شود. افشار که به زبان و فرهنگ آلمانی مسلط است، در بهبود روابط ایران و آلمان غربی نقش فعالی بازی می‌کند. در دوران سفارت افشار در کلن، 25% سهام کارخانه فولادسازی کروب توسط ایران خریده می شود و نخستین مذاکرات برای ایجاد نیروگاه اتمی با آلمانی ها انجام می گیرد. تجارت دو کشور افزایش می یابد و به ابتکار امیراسلان افشار، هفته ایران برای بازاریابی تولیدات ایرانی در آلمان به راه می افتد. هرچه در ایران تولید شده بود، هرچی در ایران می ساختن، از تراکتور گرفته تا پیکان تا مشروب که در آذربایجان می ساختن، هرچی در ایران ساخته می شد از محصولات ایران آوردن به آلمان. نمایشگاه در کلن درست کردیم، تمام این نمایشگاه رو با تمام اینا بردیم به مونیخ، در اونجا یه هفته درست کردیم به نام هفته ایران، از اونجا برداشتیم بردیم به هامبورگ. تئاتر ایران هم خواستیم آمد، خانم پری زنگنه هم آمد اونجا آواز خوند. و بعد برای برنامه کلن که درست شد، آقای رئیس جمهور آلمان آمد برای افتتاح این نمایشگاه. امیراسلان افشار در تابستان 1356 تلگرافی دریافت می کند که از پایان مأموریت او در آلمان غربی خبر می دهد. پیامی که حاکی از انتصاب او به سمت ریاست تشریفات دربار شاهنشاهی است. این تلگراف چیز غریبی بود که این از دربار آمد برای بنده، در ساعتی که من کارمند وزارت خارجه بودم در حقیقت. و آقای اعظم در نوشته بودن که شما ترتیب کاراتون رو در محل مأموریتتون طوری بدید که تا 2 ماه دیگر در تهران باشید. ولی قبل از اینکه به تهران بیام، چون تابستون بود و اعلیحضرت در کنار دریا بودن، در مازندران بودن و منم اومده بودم به نیس، دیگه آلمان رو ترک کرده بودم، فکر کردم که خب تابستون رو من در اینجا میگذرونم و بعد از اینجا میرم به تهران و خودم معرفی میکنم. در اینجا من شنیدم که آقای علم یک منزلی رو اجاره کردن در آنتیپ که در نزدیکی نیس، در همین جایی که بنده هستم، در اونجا هستن برای مدت برای تابستون. من رفتم یه زنگ تلفن زدم که من میخوام شما رو ببینم، ملاقات کنم. رفتم میشون، میشونم از من پذیرایی کردن، نشستیم با هم صحبت کردیم و گفتن من خیلی خیلی خوشحال هستم که شما آمدید و این شغل قبول کردید، برای اینکه وضع دربار دیگه خیلی یه جوری شده بودش که حقیقتا احتیاجی به این بود که یک تغییراتی داده بشه اینا. حالا مرخصیتون رو اینجا بگذرونید و بعدا که آمدید تهران مطالبی که داریم با همونجا صحبت میکنیم.
ولی بعداً دو روز بعد شنیدم که آقای آموزگار شدند نخست وزیر و آقای هویدا شدند وزیر دربار. اونطوری که بنده بعدم متوجه شدم بدون اطلاع آقای علم هویدا وزیر دربار شده بود و آقای علم به تاریخ قبل یک کاغذی نوشتن که درست قبل از روزی که هویدا وزیر دربار شده باشه نوشته بودن به اعلیحضرت به من اجازه بفرمایید که من کنار برم. بنده رفتم به تهران و خودم معرفی کردم به آقای وزیر دربار جدید که آقای هویدا بود که همیشه خیلی نسبت به من محبت داشت و منم نسبت به ایشون خیلی ارادت داشتم و ایشون به من گفتن که بیایید بریم من شما رو به حضور اعلیحضرت معرفی کنم. و وقتی که اومدم اعلیحضرت فرمودن خب احتیاجی به معرفی که نیستش که دیگه ما میشناسیم اینا و بعد چند کلمه صحبت فرمودن و دیگه بنده شروع کردم به اصطلاح به کار. امیراصلان افشار بعد از انتصاب به ریاست تشریفات دربار به یکی از نزدیکترین افراد به شاه تبدیل می شود که هر روز با او ملاقات داشته و در جلسات رسمی شاه را همراهی می کند. برخلاف باور رایج دربار شاهنشاهی دستگاه کوچکی بود. کارمندان کمی داشت و مسئولیت‌های آن بین افراد اندکی تقسیم شده بود. بخش مهمی از این مسئولیت‌ها که برنامه ریزی امور روزانه شاه بود بر عهده امیراصلان افشار قرار می‌گیرد. رئیس تشریفات هر روز حضور اعلیحضرت بود و یعنی صبح که اعلیحضرت تشریف می‌آوردن برنامه روز اعلیحضرت رو برای اعلیحضرت تعیین می‌کردن که به اطلاعشون می‌رسوندن که چی هست. به قدری اعلیحضرت مرتب بودند که اگر شما ساعتتون رو مرتب نکرده بوده میدونستید ساعتتون رو مرتب کنید بذارید سر ساعت 9 برای که میدونستید شاه ساعت 9 میاد. اگر بخوایم که پله پله بگیم که چه جور تشکیل شده بود این بود که در اول وزیر دربار بود، بعد رئیس کل تشریفات بود، بعد وزیر رئیس دفتر مخصوص اعلیحضرت بود و بعد اون وقت می اومدن پایین بیشتر دیگه تقریبا کارمندان می شدن. ابتدایی حضور امیراصلان افشار در تشریفات دربار همزمان با سفر شاه به اروپای شرقی است. امیراصلان افشار که قبل از این در مقام آجودان در سفرها شاه را همراهی می کرد، حالا در مقام رئیس تشریفات همسفر شاه می شود. در این دوره سفر شاه به بلغارستان، مجارستان و چکسلواکی می رود که هر سه کشور هم پیمان شوروی بودند و در بلوک مقابل آمریکا قرار داشتند. نخستین سفر کاری افشار در مقام رئیس تشریفات با میزبانی صمیمانه کشورهای بلوک شرق از شاه همراه است. استقبال گرم چپهای اروپایی در دوره‌ای اتفاق می‌افتد که چپگرایان ایرانی بیش از گذشته شاه را دست نشانده غرب می‌خوانند. حالان که ایران از معدود کشورهایی بود که با هر دو بلوک شرق و غرب روابط دوستانه‌ای برقرار کرده بود. به فاصله کوتاهی بعد از سفر به اروپای شرقی، امیراصلان افشار همراه شاه به عمان سفر می کند. این سفر به دعوت سلطان قابوس، پادشاه عمان و برای قدردانی از اقدامات ارتش شاهنشاهی در سرکوب مارکسیست های شورشی ظفار انجام می گیرد. با آنکه در سال 1356 ایران در بیرون مرزهای خود موقعیت ممتازی در ایجاد نظم منطقه‌ای و مناسبات بین‌المللی پیدا کرده، اما در درون کشور تحرکاتی توسط مخالفان حکومت آغاز شده که نظم داخلی را هدف قرار داده. مهار مخالفان از جمله وظایف سازمان اطلاعات و امنیت مشهور به ساواک بود.
سازمانی که امیر اصلان افشار نگاهی انتقادی به آن دارد. سازمان امنیت حقیقتاً به عقیده بنده در بعضی از موارد کارشو خیلی خوب انجام داده، در بعضی از موارد اصلاً برعکس. اونی که میگم در کارش خوب انجام داده حرفی است که آقای آندروپوف در جلسه KGB زد و اون موقعی که صحبت کرد و گفتش که ما ایرانو بایستی شاه ایرانو باید متزلزل بکنیم و اینها، برای اینکه سازمان امنیت ایران بسیار عالی، وقتی این بسیار عالی رو گفته البته برای خود ایران نه برای ما، بسیار عالی کار کرده و تمام افرادی که ما داریم در ایران KGB و تمام ایرانیایی که برای ما کار میکنن همه اینا رو شناسایی کردن و ما دیگه کسانی نداریم باید فکرهای دیگه بکنیم. اما اون چیزی که مربوط به داخل خود ایران هست، سازمان امنیت برای خودش سازمان شده بود که فکر میکرد به همون اندازه هم وزارت خارجه است، هم وزارت دارایی، هم وزارت دادگستری، دخالت در تمام کارهای داخلی وزارت خونه ها همه رو تحت نظر داشته باشن که شب کجا میرن، روز کجا میرن، کجا نهار میخورن. این در کار سازمان امنیت نیست و این کار بی خودی بود. در آبان 57 آتش انقلاب به شدت شعله‌ور می شود. شاه برای مهار بحران تصمیم می گیرد نخست وزیر را تغییر و یک چهره ملی‌گرا بر سر کار آورد. اما زمان بر بودن مذاکرات برای چنین انتخابی و همچنین شدت تخریب‌ها باعث می شود تا شاه به طور موقت کابینه نظامی تشکیل دهد. من در دفترم نشسته بودم و آقای تیمسار هاشمی‌نژاد و تیمسار بدرعی آمدن و گفتن وضع خیلی خرابه، خیلی شلوغه، شهر بهتر هست یه امری علازت امری بفرمایید، یه کاری بکن، ما نمیدونیم چی کار بکنیم. و گفتم که من آقا چی بگم، علازت شما ها ارتشی هستید، شما ها میدونید که چی هست، خودتون الان تشریف بیارید، من به علازت عرض میکنم، خودتون همین جرایان رو علازت بفرمایید. من دیدم که به قول ماها راه دستشون نیست. در حال گفتم خیلی خوب، من ببینم از که شما مایل نیستی، من خودم این کار انجام میدم، اما به یه شرط. وقتی که من از علازت میان پایین از پله ها که سوار اتومبیل بشن و از اینجا میخوان خودشون اتومبیل امروز برونن برن به سعدآباد، شما هم خواهش میکنم پایین منتظر باشید همون دم اتومبیل علازت. در اونجا الان خوب یادم میاد بدرعی بود و هاشمی نژاد بود، خسرو داد بود، آتابای بود، سرهنگ جهانبینی بود، سرهنگ نویسی بود. وقتی که اینا سو بودن علازت خواستن سوار اتومبیل بشن، یه کاری که هیچ‌وقت سابقه نداشته، من زانو زدم، زانو درست زانو رو زمین زانو زدم و دوتا مچ پای علازت رو گرفتم، یعنی سفت، که علازت میخواست پاشون تکون بده نمیتونست. بعد هم گفتن چیه، چه خبره، مگه چطور شده چی؟ وقتی که برانشان گفتم علازت اصلا به طوری اعصابم خراب شده بود که بدونی که در نظر بگیرم که دارم با شاه صحبت میکنم، گفتم علازت آخه یه کاری بفرمایید، اینجوری که نشد که، مملکت داره از بین میره. علازت فرمودن مگه ارتش کار خودش انجام نمیده در شهر؟ بعد خدا بیامرز خسرو داد اومد سلام داد و گفت قربان، خیلی به علش بی احترامی میکنن. بعد علازت دیگه سوار اتومبیل نشد، از بس اعصابش خراب شده بود دیگه نرفت سعدآباد، سوار اتومبیل نشد. وقتی که میرفتن بالا به کاخ بالا پیاده، منم باشون میرفتم، بعد علازت وسط راه به من فرمودن که به اویسی تلفن کنید که باشه تو دفترش، من بار کاری دارم باشه. منم به آقایون گفتم، خیلی خوشحال شدن و رفتیم بالا تو اتاق دیگه نشستیم و بعد چایی آوردن و خوردیم اینا. در این موقع علازت منو خواستن و گفتن که شما تلفن کنید به سفیر انگلیس و به سفیر آمریکا که هر دوشون بیان، میخوام ببینمشون، با هم بیان. من با سفیر انگلیس صحبت کردم و سفیر انگلیس گفت من ناراحتم، من میترسم، من شهر خیلی شلوغه، من نمیتونم، فکر نمیکنم بتونم بیام. بدرعی گفتش که بگید من یه اتومبیل زرهی براشون میفرستم که با یه اتومبیل زرهی بیان.
و همین به سفیر انگلیس هم گفتم قبول کرد. سفیر آمریکا هم در این موقع تقریبا آمده بود. بعد سفیر انگلیس هم آمد و هر دو رفتن اتاق الرازت و تقریبا نیم ساعت اونجا بودن. بعد هر دو تا آمدن و رفتن. بعد الرازت منو خواستن. من گفتن که شما تلفن کنید به ازهاری بگید که فردا دولتشو تعیین کنه بیاد. گفتم آخه شما که فرمودید اویسی، پس گفت به اویسی چی بگم؟ پس بعد از آن فرمود نه هیچی، بگید که کاری ندارم. فردا شد، آقای اصاری تشریف بردن، تقریبا نمیدونستن که کیو وزیر بکنن، که پسرم اوی من امیر خسرو افشار اومد که وزیر خارجه بود، اومد گفت اصلا چه خبر اینجا؟ گفتم چه خبر چه؟ مگه خبر نداری شریف ما بیر؟ دیگه تموم شد، اصاری شد نخست وزیر. گفت من که اصلا خبر ندارم وزیر خارجه بود. وزیر خارجه شریف ما بود. گفتم خب اگر نمیدونم حالا اصاریه، میخوای وزیر خارجه بمونی یا اینکه میخوای دیگه بری منزل؟ گفت من هرچی عرازت هم کنم. گفتم پس معلومه که دارت میخواد بمونی. پس من وقتی که رفتم تو بحرازه گفتم خب من وزیر خارجه هم آده شرفیاب بشه برای گزارش، ولی دیگه وزیر خارجه نیست. حالا اجازه میدید هنوز این امر رو همین کار ادامه بده با چیز یا نه؟ از گفت نه ادامه بده. شاه همزمان با تغییر نخست وزیر تصمیم میگیرد در پیامی تلویزیونی انقلابیون خشمگین را به آرامش فرا بخواند. این پیام شاه که لحن متفاوتی نسبت به سخنرانی‌های پیشین او داشت، به یک نطق جنجالی در دوران انقلاب تبدیل می‌شود. عرضت هم دستور داده بودن که یه پیامی تهیه بشه، ولی که همون شب، همون صبح دیگه موقع دیگه نبود. داد که گذشت و خبری از پیام نبود. خبر که از پیام نبود، عرضت من رو خواستن، گفتم پس این پیام کجاست؟ بیاد اینجا. من باید آخه یه دفعه دیگه قبلا اینو بخونم، قبل از اینی که میخوام صحبت کنم، که دقیقا من توپق نزنم در موقع خوندن. من گفتم تحقیق میکنم. حالا تحقیق کردم، آمدم گفتم از پیام آوردن آقای حسین نصر، زد حسین نصر و آقای رضا قطبی این پیام آوردن. وقتی آمدن تو دفتر من نشستن، رفتم گفتم که پیام آمدن، پیام حاضر آزاد. خب منتظر بودیم که منم رفتم پشت میزم نشستم، منتظر بودم علازت احضار بکنن این آقایون رو که پیامو ببرن بدن به علازت و علازت هم شاید مطالعه بکنه. در این موقع در باز شد، چیزی که هیچ وقت سابقه نداشته. علازت اومدن تو اتاق ما، عوضی که من برم اونجا، اومدن تو اتاق و من پشت میز که نشسته بودم بلند شدم. وقتی بلند شدم علازت گفتن نخیر بشین بشین بشین، و بعد خودشون روی صندلی روبروی من نشستن. ببخشید، درست مثل یک ارباب رجوع که کار داشته باشه با یک کسی اونجا نشسته بودن. و گفتم پیام کو؟ بعد آقای قطبی پیام رو دادن به علازت و علازت پیام رو خوندن و بعد با بی‌اعتنایی تمام پیام رو پرت کردن جلو من و گفتن من نباید این حرفا رو بزنم. بعد آقای سید حسین نصر و آقای قطبی با هم دیگه تقریبا گفتن که علازت فکر ما میکنیم که باید علازت این مطالب رو بفرمایند، برای اینکه علازت باید خودشون الان در ردیف مردم بذارن، یه چیزی که مردم میپسندن اون کار رو علازت انجام بدن و اینطور. بعد علازت خیلی عصبانی شدن و از اتاق رفتن بیرون، پیامم گذاشت اونجا بود. بعد من دیدم که دیگه چطور میشه، پس پیام اینجا مونده. علازت هم عصبانی شدن و رفتن و این آقایون هم این جواب رو به علازت به این ترتیب دادن. و بعد علازت من رو خواستن، رفتم گفت پیام کو؟ و بعد من پیام رو بردم بهشون دادم و متاسفانه علازت پیام رو خوندن اونه که نوشته بودن. هر وقت حاضر شدید ملت عزیز ایران. بعد در مراکش علازت پرسیدم چه عجله ای بودش که شما علازت در همون روز این نطق رو بکنید؟ و نطق رو بایستی این آقایون یه جور دیگه می نوشتن.
بنویسن که من این همه خدمت کردم، این همه کار کردم، زنها رو آزاد کردم، مملکت رو آباد کردم، کارگرها رو با سهام دخالت دادم، دانشجو این همه کار در این مملکت شده، یک کدوم از این کارها رو آقایون شما اسم نبرده بودید، ولی فقط گفتید من معذرت میخوام، من قرار اشتباه کردم، اشتباهات دیگه تکرار نخواهد شد، یک دولت آزاد سر کار خواهد اومد و آزادی. پس معلومه چی نبوده الازد آخه؟ بعد از اون گفتش که خیلی خوب، خیلی خوب، همینطور از اون خیلی خوب، خیلی متاسفانه خیلی خیلی عجله در این کار شد، متاسفانه عجله شد در این کار. بعد از روی کار آمدن دولت نظامی اظهاری، پیش از آن که با انقلابیون مقابله شود، با سران نظام برخورد می شود. در اقدامی بی سابقه، تعدادی از مقام‌های ارشد مانند امیرعباس هویدا دستگیر و زندانی می‌شوند. اهتمام خواهد نمود تا بتواند گرانفروشی را به کلی ریشه‌کن. هویدا 13 سال نخست وزیر و از وفاداران به شاه بود و دستگیری او اقدامی جنجالی شد. در هر حال ممکنه که 13 سال زیاد بود، ولی علازت به یه آدمی که خیلی با ادبه، یا آدمی است که با سواد، چندین زبان هم خیلی خوب صحبت میکنه، بسیار مرد یه دیپلمات خوبی بودش. و خب این نخست وزیر رو خب علازت دوست داشت به عنوان یه نفر انسان که دوست داشت. و وقتی روزی که علازت اضافه به من فرمودن که شما برید هویدا رو ببینید و به هویدا بگید که هر جا دلش میخواد بره بره، رفتم منزل هویدا، دیگه کار نداشت، هویدا کنار اومده بودش، وزیر دربار هم که نبود دیگه، آقای اردلان ما دود وزیر دربار شده بود. وقتی رفتم یه رب دو شام قرمز پوشیده بود، روی صندلی راحت نشسته بود، مادرشون هم جلوی پسرشون رو زمین چارزانو نشسته بودن، تکیه به دیوار داده بودن. بعد من گفتم علازت منو فرستادن اینجا که فرمودن که شما دیگه خسته شدید، فکر نمی کنید که بهتره که سفری به خارج بکنید و در خارج شما استراحت بکنید و اینا. آقای هویدا به من گفتن که ببین اصلان، به من خیلی محبت داشت، من گفتم اصلان من اگر قرار برم مادرم زودتر باید بره، برای اینکه مادر من خیلی مریضه و احتیاج به استراحت داره که در اونجا، اما من مادرم این فداکاری رو میکنم، مادرم رو نمیبرم، مادرم رو میذارم اینجا باشه، خودم هم نمیرم، برای اینکه اگه من برم میگن هویدا فرار کرد، من میمونم در اینجا، نخواهم رفت. خیلی تشکر میکنم از حراسه. در دیماه 57 و با اوجگیری انقلاب، شاه برای خروج از کشور مصمم می شود و قبل از رفتن شاهپور بختیار از رهبران جبهه ملی را برای نخست وزیری برمی گزیند. برنامه خروج شاه همزمان با جلسه رأی اعتماد مجلس به بختیار بود. اگر ایرادی هست راجع به مسائل دیگر البته بنده جوابگو خواهم. شاه و همراهانش از جمله امیر اصلان افشار در فرودگاه منتظر میمانند تا نتیجه کار مجلس مشخص شود. وقتی که به فرودگاه رسیدیم، علازت فرمودند که تلفن کنید به مجلس ببینید بختیار رأی اعتماد گرفته یا نه. بعد خواستیم تلفن بکنیم، دیدیم از اون کارهایی بود که هر جوری شده میخواستن به مردم بد بگذره، برای خاطری که این دشمنی با شاه داشتن تلفن ها رو همه رو بریده بودن، یعنی از کاخ، از فرودگاه اصلا نمیشد تلفن کرد به مجلس که ببینیم بختیار رأی اعتماد گرفته یا نگرفته. من به بدرهی گفتم آقا بدرهی یه فکری بکنیم، آقا نمیشه آقا اینجا تلفن نکرد. گفت آقا اینا آمدن تلفن رو قطع کردن اصلا. گفت من الان یک تلفن بیسیم با کاخ نیاوران تماس میگیرم، از کاخ نیاوران میگم تلفن کنن به چیز بپرسن. همین کاری کرد. بعد از اون گفت خیلی خوب بگید اقلا دوباره بهش اطلاع بدید که بمونه، یه هلیکوپتر میفرستیم که بیاردش. بعد آقای بختیار آمد. وقتی که اومدن که یه افسری به پای شاه افتاد و گفت علازت نرید، آخه ما رو تنها نذارید، و خیلی محیط ناراحت کننده ای بود. وقتی رفتیم بالا، علازت گفت بختیار رو اطلاع بدید بیاد بالا.
بعدم صدا کردیم و بعد آقای بختیار اومد بالا پیش اعلیحضرت. بالا دم در ورودی به هواپیما سرانجام مینی بود، استاده بود، اعلیحضرت بود و من. و بختیار اومد بالا، وقتی اعلیحضرت اومد بالا، اعلیحضرت گفت که خیلی کوتاه، گفت خب من خیلی خوشحال هستم که شما رأی اعتماد گرفتید. من کشور و اختیار دارید، اختیارات دارید، اینو به خاطرتون داشته باشید، و اختیارات دارید، من شما رو کشور رو به شما و شما رو هم به خدا میسپارم. و بختیار دست اعلیحضرت رو بوسید و از پله آمد پایین. بعد از خروج از ایران، امیر اصلان افشار در حلقه افرادی قرار میگیرد که در بیشتر مواقع همراه شاه است و تا آخرین لحظه های زندگی محمد رضا شاه پهلوی وفادارانه در کنار او باقی میماند. امیر اصلان افشار بعد از وقوع انقلاب خود را بازنشسته می کند و حضور او در محافل عمومی عمدتاً به شرکت در جلسات یادبود شاه و اعضای فقید خاندان پهلوی خلاصه می شود. محافلی که محل گرد همایی دوستداران شاه است و برای افشار و سایرین فرصتی است جهت تجدید دیدار و زنده نگه داشتن یاد گذشته و درگذشتگان. امیر اصلان افشار این روزها مشغول خاطره نگاری است و تا کنون مشاهدات تاریخی خود را به 3 زبان فارسی، آلمانی و فرانسوی منتشر کرده. چند هفته بعد از چاپ نسخه فرانسوی کتاب او، فرانسوا اولاند رئیس جمهور وقت فرانسه در تقدیر از آنچه افشار نگاشته، نامه‌ای برای او ارسال می کند. خودشون به خط خودشون رو کارتشون نوشتن. با این خواندن این برای ما روشن خواهد شد که وضع دنیای فعلی الان به چه نحوی هستش. به قول سیروس آموزگار، هر بار که افشار از شاه سخن میگوید، اگر لحن وی شبیه عاشقی نباشد که به تعریف معشوق خود میپردازد، دست کم لحن مرید سالک صادقی است که پیر و مراد خود را توصیف می کند. من می خوام بگم به ایرانیانی که میرن در روز شب مهتابی بالای پشت بون میرن و توی ماه نگاه می کنن و امید دارن که در اونجا تصویری پیدا بکنن از یه نفر، من می خوام به اینا بگم این طرف و طرف هم نگاه کنید، 2 ستاره هستن در اونجا، به اونا نگاه کنید. این 2 ستاره یکیش محمد رضا شاست، یکیش رضا شاست، هر دو اینا تا دنیا دنیاست، تا ابد در آسمان ایران خوانده شد.